بابا صبر کن. ها تو یه قدم بزنی من برگشتم. کاری که بده کردی اینجاست؟ آره همینجاست. خوب الان میام برات توضیح. کجا؟ آ گفتم که بذار برم الان برمیگردم بهت میگم وجید جون. ابراهیم عوضی بازی در نیاری یا من حاصل پارکینگ رفتن و موتور در آوردن ندارم. وجید جون عوضی بازی کدومه؟ گفتم که کار الان میام برات توضیح میدم. چه غلطی کردی؟ ابراهیم! خوبی مادر؟ مگه چی؟ نفهمیدی اونا مسافرای امام رضا نفهمیدی؟ اینجا همه مسافرای امام رضا مگه چی شده حالا؟ احمق منو نگاه کن این کار آخر عاقبت نداره نداره. خفم کرد دستتو بده مجید. خفه شدم گم شو عجبه ششم گم شو رشده واسه به معلم اخلاق. مجید. آقا مجید چطوری؟ تو بهتری؟ هنوز که با این موتور قراضه زدیم ور اونور میپری. موتور قراضه من شرف داره به این کالسکه سیندرلای تو که همه میدونن پولش از کجا اومده. دست بردارم کلاسی، خرید اینجور ماشینا یکم ارزه میخواد که تو یکی نداری. تو خوب کجا وایستا بابا کارت دارم. ببین آقا مجید، یه پروژه اساسی دست گرفتم اونقدی توش هست که بشه 10 تا از این ماشینا خرید و از این خرابه کند و رفت تو کاخ نشست. ببین من این کوچه رو بچه محلامو سلام دادن به آقا رو از رو پشتبان خونمون با دنیا عوض نمیکنه. شاعر شدی امروز، طوری حرف میزنی انگار یه دروغ نگفتی و یه خلافم تو عمرت نکردی. چیه میخوای بگی؟ دزدم؟ آره هستم. میخوای بگی خلافکارم؟ آره خیلی خلافکارم. اصلا هر چی تو میگی. میدونی مشکل چیه؟ میونه این همه بچه محل من از تو یکی بدم میاد. بدت بیاد یا نیاد همسایه ما رفیق بی خیریش هم بندیم. رفاقتمون که مال قبله، مال موقع مدرسه. همسایگیمون هم که صدقه سر ننتی که من نوکرشم، چون اونم مثل من این محله رو با دنیا عوض نمیکنه. با همه این حرفا من یکی دوستت دارم آقا مجید دست خشنگ. اگه لازمت داشتم یکی رو میفرستم پیت باهات صحبت کنه. نفرست بعد میخوره تو دیوار. سلام. کار پیدا کردی؟ پیدا میکنم. پس هنوز پیدا نکردی؟ پیدا میکنم عزیز من، مادر من، برگرد سر کار قبلیت. اون اتفاقا فراموش کن. نه من دیگه کار آقام ادامه نمیدم. من کاشیکار نیستم. اما صحبت یه چیز دیگه است. حرف دله که تو دل به کاشیکاری نمیدی. بله کاشیکاری ذوق میخواد، ما نداریم. آقای خدا بیامرز. آقای خدا بیامرزم آقای خدا بیامرزم بود. اصلا من نمیخوام آقام بشم. نه درد و بلا تو سرم. اون مجید کاشیکاری که دنبالش میگردی من نیستم. دارم میگردم پی یه کار بهتر. اما پسرم این راهش نیست. داری این شاخه به اون شاخه میپری. خودت هم نمیدونی میخوای چی کار کنی. امروز این کار، فردا یه کار دیگه. آخرش چی؟ آدم باید خاکسترش یه جا بریزه. نه
قربونت بشم، من آقام نمیشم. عزیز من نمیخوام آقات بشی. تو حکایت عماد کازرونیه که شنیدی؟ آره هزار بار شنیدم. آره شنیدی، اما درست نشنیدی. وقتی از داربست سردر مسجد افتاد جفت پاش شکست، ولی بهترین کاشیکاریاشو بعد از شکستن پاش انجام داد. اما تو که چیزیت نشده که اینطور غضب میکنی؟ بابا شاید اینا امتحان الهی باشه. چه حرفی میزنی؟ نه امتحان الهی چیه؟ این همه خونه خدا رو تزیین کردیم، اینه دستمزدمون؟ از 15 متر داربست راست میفتی پایین؟ نصف بدن آهنه. زمستون تا بسون از سرما و گرما درد میکشم. این همه آدم چرا خدا باید من امتحان کنه؟ چرا قواد امتحان نمیکنه؟ عجب از این طرف ها. اومدم دنبال زائر بی خونه و بی مکان میگردم که نذر امسال ما ادا کنم. پس آقا مجید کجاست؟ حالش خوبه؟ بله خوبه. اتفاقی افتاده؟ شما که غریبه نیستین. بعد از اون اتفاق دینا ایمونش خیلی ضعیف شد. با خدای خودش قهر کرده. نمیدونم کجا میره، چی کار میکنه. میترسم کارایی که نباید بکنه. عجب فکرشو نمی کردم. البته نگران نباش، داره جوانی میکنه ولی ذاتش پاکه. هرچی باشه پسر اون ذبیح‌الله خدا بیامرزه. خدا از برادری کمتون نکنه. شاید بتونم تو همین حرم یه جایی براش کار پیدا کنم. بعید میدونم دیگه اینجا بیاد. میگه من کم مسجد و امامزاده های متبرکه رو کاشی و تزیین نکردم. آخرش چی شد؟ پاداشم رو اینجا گرفتم. ناقص شدم دیگه، هیچ خونه خدایی رو نمیتونم تزیین کنم. عجب. نمیدونه اگه این اتفاق افتاده امتحان الهی بوده. خدا خواسته عزمش رو محکمتر کنه تا خلوصش رو ثابت کنه. نمیدونم چی بگم. با اینکه همیشه احتراممو نگه داشته ولی چند وقت خیلی عصبانیه. خلوت شده پشت بونه، همدم شده کبوتراش. البته این بد نیست. شاید تو همون خلوت بتونه بهتر فکر کنه و بهتر تصمیم بگیره. منم به پرپاش نمیپیچم. میگم بذار راحت باشه، آزاد فکر کنه. شاید انشالله برگرده سر کارش. شما مگر یه زائری که خونه و جا و مکان نداره دیدین به من خبر بدین. خودم من میرم تو حرم ببینم هست. با اجازت. برو به خود بسکنم. یا تنها چیزی که من نگرانشم و تو نقشه هنوز لنگ میزنه باز کردن گاف صندوق هست که باید یه فکر اساسی براش بکنم. اون که با من، خیالت راحت باشه. بسپر به من، همه چی حله. دوتا قفل ساز میشناسن که هیچ قفلی از دستشون باز نشده بیرون نیومده. مطمئنه؟ یه چیزی اونورتر. بابا این کاره. تازه زبونشون هم قرصه. این عکس گاف صندوق هست، بهتره بهشون نشون بدی. عجب گاف صندوق خفنیه. در مقابل اون همه پولی که توش هست خیلی هم خفن نیست. میدونی کی پول میاد توش؟ هنوز نه، ولی یه هفته قبل بهت میگم. یه قفل‌ساز خوب سراغ دارم، کارشو بلده. اگه گیر کردی میتونی روش حساب باز کنی. کیه؟ مجید دست خشنگ، همسایه‌مون. مجید کاشیکار؟ اون که یه دزد خورده پاس. درسته خورده پاس، ولی تو باز کردن هر قفلی خبره است. از کجا یاد گرفته؟ داستانش مفصله، برمیگرده به بچگیمون. بس که سر به هوا بود هر روز کلید خونه‌شون رو گم میکرد. یه دل سیر از ننش کتک میخورد. تا اینکه مجید مجبور میشه تابستونا تو تعطیلی مدرسه بره پیش یک کلیدساز قفل‌سازی یاد بگیره.
درسته تو نگه داشتن کلید خنگه، ولی تو باز کردنش خیلی ماهره. ولی این گاو صندوق چیزی نیست که در خونه هر کسی باشه. درسته در خونه ننسی نیست، ولی واسه مجید دست خشنگ از در خونهشون باز کردنش آسان‌تره. همونطور که میتونه طرح و اسلیم کاشی رو سر هم بکنه، زبون قفل هم خوب میفهمه، میتونه سر و تش رو هم بیاره. قبول باشه آبودرت. قبول حق باشه. اومدم بهت یه پیشنهاد خوب بدم. کار میکنی؟ کار؟ یه گاف صندوقه که اگه بازش کنی تا آخر اون میتونی راحت زندگی کنی. از سخت فرلا چی شد؟ اگه سختت اینجا حرف بزنیم پاشو بریم بیرون. من توبه کردم، این کارها رو هم نمیکنم. توبه کردی که پول نبینی؟ مرد حسابی تو، قدرتی، قدرتی که وقتی کار دست میگرفت همه دزدا میگفتن یه کار بزرگه. تمام قفلا تو دستت موم بود. اون قدرت مره، 47 سالش هم تموم شده. خدا از سر تقصیراتش بگذره. این اصلا شوخی خوبی نیست. ببینم نکنه میخوای قیمت رو ببری بالا اینطوری حرف میزنی. من که قیمت ندادم. باشه هرچی تو بگی. قدرت از دنیا و آدماش خوره، تنها چیزی که واسش مونده اون دنیاست که نمیخواد دستش بده. به همین سلامی که دادم، اون قدرتی که میشناسی مره. این تسبیح و سجاده هم که مینی چسبیدم بهش، شاید بتونه قفلی از گناهامو پیش خداوند باز کنه. حالا این نصیحت بود یا وصیت؟ مصیبت. باشه آی جزه. امروز آقا جلال الدین رو دیدم، سراغتو میگرفت. یه سری بهش بزن، مثل این که باهات کار داره. اگه رسیدم میرم. خجالت بکش، اون دوست صمیمی آقاته، در حق تو هم کم پدری نکرده. نه تو رو جدت سر امواتت. اگه میخوای رو مخ ما رژه بری، همین اولش بگو تکلیف ما رو معلوم کن. مگه من چی گفتم؟ فقط گفتم یه سری به آقا جلال الدین بزن. برم پیش آقا جلال که چی؟ بشینه نصیحتم کنه برگرد سر کار قبلیت. نه من همین پا و کمری که تو این کار از دست دادم واسه 7 پشتم بس بود. این کارا دیگه تاریخ مصرفش گذشته. کاشیکاری و آینه کاری و زرکاری باید بره تو موزه. اگه تو میفهمیدی معنی این بنیکات که تو سردن مسجد چسبوندی چیه، حالت بهتر از احوالت بود. ده همین دیگه. این دفعه من خدا شاکیم. گفت نگو پسر. کف یا هر چی. این همه رفتم طرفش چی شد؟ اونجا که بعد دستمو میگرفت ولم کرد با سر خوردم زمین. این پامه، این کمرمه. امروز 4 دقیقه دویدم تو همین الان ستون فقراتم تیر میکشی. خیلی خوب باشه، یک کلمه ما به تو گفتیم، یه سر به آقا جلال الدین بزن. ببین چه علم شنگی به پا کردی. اصلا نمیخواد بری. فردا چند تا زائر بیار تا من نظرمو ادا کنم. نه الان فصل زائره. قربون حضرت رضا برم که به قول تو زائر نیست. گشتی و نبود؟ توقع داری یا نه؟ خب نبود دیگه. میخوای فردا دور حرم راه بیفتم به همه بگم آقا شما زائره، خانم شما زائره؟ میخوای نذر رو باید ادا کرد، شما باید یه گوشهشو بگیری. اگه شده از تک تک آدما تو خیابون ببرزی. چشم. سختیش با منه. چشم. خیلی غذا خوشمزه بود، خیلی تشبید. سیر شدم. یا تو دمه در بده. یا الله تموم شد. چی تموم شد؟ دعوای جنابالی با ننه انسی. انقدر مادر ما را اذیت نکن. تو زندگی جز چسبوندن گوشت به دیوار خونه ما کار دیگه ای نداری؟ بابا همسایه ما ماشالله انقدر داد میزدی که اصلا احتیاجی به گوش چسبوندن نداشت. بس خودت لوس نکن.
ننه خورشید خوبه؟ بله، از احوال پرسی جنابالی. دلمون خوشه همسایه داریم. دست پیش گرفتی پس نیفتی؟ فکر کردی کار صبح یادم رفته؟ اون کار جدیدی که پیدا کردی؟ گیر دادی یا آقا، بگو سهمه چقدر میشه تمومش کن. تو که میدونی من این پولا رو قبول ندارم. پولام که قبول نداشته باشم لب نمیزنم. آها، حالا دیگه پول درآوردن جنابالی شد حلال. آره اولاق، من کسی میدوزم که ککشم نمیگزه. مثل تو نمیرم سراغ زهره آقا امام رضا. سر خودتو داری کلاه میذاری یا منو؟ چه ربطی داره پولدار زائر؟ از کجا میدونی که اون زائر پولدار نبود؟ اصلا پولدار بود. زائر آقا امام رضا بود یا نبود؟ دزدی از زائر آقا حرومه. ببین بگو اینم سهمت چقدره؟ بچه تو واقعا راجع به من چی فکر کردی؟ این که از پول دوتا زن سهم بردارم؟ به هر حال من تو رو شریک خودم میدونم. هر کدوم اون باید سهم خودمونو برده. یه جوری حرف میزنی انگار بانک زدی نمیدونی چجوری خرج کنی. ابراهیم از من به تو نصیحت، دزدی از زهره آقای امام رضا معصیت داره. تو از کجا میدونی که اون پول نظر خود آقا نبود؟ ها؟ قدرت رو پیدا کردم. هیچ، شانس ما شده مرد خدا. پاک عوض شده. هوشنگم خونش رو پیدا کرد. جلدی پریدم در خونش، عرض و عیالش گفتن گرفتنش، 5 سال براش بریدن چپوندنش تو زندون. دیروز رو کلی وقت گذاشتم تا تونستم جفتشون رو پیدا کنم. پس با این وضعیت فقط میمونه مجید دست خشنگ. نمیدونم چرا حس خوبی نسبت به شهرم، باش حال نمیکنم. نه اینطور هم که تو میگی نیست، من خوب میشناسمش، لجباز هست، ولی باید قلقشو بلد باشی. باش صحبت کن. شما خودت میگی لجبازی، اگه تو این لجبازی قبول نکرد چی؟ بخرش، ممکنه قیمتو پرت و پلا بگه، ولی خریدنیه. از من خوشش نمیاد، نمیدونم چرا. بهتر نی تو این وضعیت خودتون باش حرف بزنی؟ فعلا کپون منو خرج نکنیم بهتره. باشیم، هرچی شما بگیم. مال من دست شما درد نمید. بخشی مزاحم شدم، نمیدونستم مادر مهمون دارم. مجید پسرمه، ریحانه جون و مادرش زائرن. قصه نظریو گفتم دعوتشون کردم خونه. بنده خدا رو دوز زده بهشون، ساکشون رو دوزیده و برده. خدا لعنتت کنم. انشاءالله مادر جون. من دیگه مزاحم نمیشم، با عزتون میرم بیرون. مجید جان صبر کن. ریحانه جون اون دفترتو بی زحمت بده. مجید جان این دفترچه ریحانه جونه، داشتی میومدی خونه داروهاشو بگی بیا. داروهاشو؟ چشم چشم چشم، با اجازتون. خدا نگهد. پسرم هنرمنده، دستاش معجزه میکنه، کاشیکاره. زنده باشه انشالله، خدا براتون نگه داره. انشالله ریحانه جونم خدا برا شما حفظ کن. سلام علیکم. سلام. خانمتون هستن؟ بله. چند سالشونه؟ چه عرض کنم؟ چند سال؟ چی بگم؟ 26، 7، 8، 9، تو همین حدود. قبل از این داروها استفاده کردن؟ بله. البته من زیاد در جریان نیستم. این داروها داروهای قویه، حتما باید تحت نظر پزشک مصرف بشه. بله. البته من نمیدونم این داروهاشون رو دزدیدن، گفتن این دارو رو از روی این نسخه قدیمی در حقیقت شما لطف کنید. در صورت مراقبشون باشید. چطور؟ اگه احیانا خون بالا آوردن دارو رو قطع کنید و ببریدشون پیش پزشک. خون؟ بله خون.
یا الله. سلام پسرم، چه عجب از این طرف ها. سلام ننه خورشید، خوبین؟ الحمدلله. سرتون بهتره، ببخشی من سر نزدم ها. ابرام خونه است؟ کم هم دیگر رو میبینی؟ حالا هم که اومدی سراغ ابرام رو میگیری. نه مادر نیستش، رفته بیرون. ننه خورشید، همه اینا به خاطر این دیوار 20 سانتی بین خونه ما و شماست. از ابرام میپرسم، میدونم که حالتون خوبه. به به مبارکه، ویلچر نو خریدین. چی شد بالاخره از اون یکی دل کندی ننه؟ او خیلی داغون بود، رام نمیرفت دیگه. خیلی خوب. ننه میشه خواهش کنم ابرام اومد بگیم فرضی به دم خونه ما، یه کار واجب باش دارم. چشم مادر، بهش میگم. چای حاضره، بیا توی چای بخور. ما که نمک پرورده ایم. شما چیزی از بیرون نمیخواییم براتون بخرم؟ نه، دستت درد نکنه مادر. زنده باشی. ننه، مامان، مامان. چیه مادر؟ میم دواش. دستت درد نکنه. عسکر پسر رقیه خانم اومده بود دنباله. دیدمش، با اجازه. کجا؟ هم چهار تا میوه بخرم، مهمون داریم خواه. ننه پول دارین؟ وای سلام میارم. سلام آقا مجید دست قشنگ. مگه گرگم سلام میکنه؟ بگونم چیکار داشتی نمیراما رو کشوندی آوردی؟ میدونم از دستم دلخوری، ولی به جون خودمون یه اتفاق بود. حالیته؟ آره حالیمه، واسه همینم الان اومدم جبران کنم. چی جوری بگم؟ قراره یه جورایی با هم همکار بشه. چرا باید قبول کنم؟ چرا باید با کسی کار کنم که از پشت بهم خنجر زده؟ آه چرا؟ ما رفیقیم، بچه یه محلی. همیشه خدا با همین حرف سرم خراب شدی، دیگه نیستم. یعنی این که از ما تنوری گرم نمیشه. باشه، شنیدم به غیر از سرم کردن اسلیم و ترکاشی زبون قفلارم خوب میفهمی. یه نگاه به این گاف صندوق بنداز. این مدل جدیداست، با مدلای دیگه‌اش توفیر داره. ما به کسی احتیاج داریم که زبون این قفل رو بفهمه. تازگی زبون نفهم شدم، زبون اینا رو دیگه نمیفهمم. به ما اعتماد کن. اصلا این جمله رو که میگی یه جای کار میلنگه. به ما اعتماد کن. آدم فروشی کار ما نبوده، قسم میخورم کار ما نبوده. اصل اول کار ما صداقته. تازه فروختن تو واسه ما چه نفعی داشته؟ دوروبر تو ببین، بگرد که دفعه قبل از کی خوردی. انقدر از این اون نارو خوردم که نپرس. میدونی چی عسکر؟ آدم باید مواظب باشه تو زندگیش با هر آشغالی رفت آمد نکنه. نه؟ نه دیگه، اون مجیدی که ما میشناختیم نیستی. از اولشم باید حدس میزدم از یه آدم چلاق کار بزرگ بر نمیاد. حقته که یه دزد خورده پا باقی بمونه. عسکر بشین. خاک تو سر تو که گیره آدم چلاقی. من کاری ندارم گروهتون چند نفره. 50-50. سلام مجید خان، حالا چطوره؟ کجی تو؟ خیلی وقتی ازت خبری نیست. گرفتار بودم مجید. به خاطر همین گرفتاریاست که لهجتم عوض افتاد. شما که میدونی ما تو خانه با ننمون با لهجه حرف نمیزنیم. بابات چی؟ بابات که مشهدی بود. خدا رفتار شما رو رحمت کنه. خدا رحمت کنه عبده. چیزی شده؟ کمکی از ما برمیاد؟ بگو رو دربسی هم نکن. میخوام یک کار اساسی بکنم آقا عزت، یک کار بزرگ بکشم کنار. یه
یک کار بزرگ. همه میخواستن یک کار بزرگ بکنن و بعدش بکشن کنار. اما هیچ وقت اینطوری نرفت. هیچ وقت کار آخر نبود. میدونی برای چی؟ برای یک چیز رو نادیده گرفته بودن. یعنی طمع بود. طمع. کتابی حرف میزنی آقای عزت. همه چی نو رفته. ریش سیبیل دم چپقی که میکشی. نهایتش اینه که موفق نمیرون برمیگردم اینجا. انقدر که اعتبار دارم. چیه؟ نکنه بازم بخوای گلو بطل چسبونی سر در مسجد ها؟ کاش میتونستم. پول لازمه. هر وقت به ما برسه پول لازم. بیا یه هم بابت بدهی ما به شما. بیشتر از اینا مایه گذاشتم. و چه یتیمه؟ این به خاطر مایه؟ یه هم به خاطر این که نگن عزت حق بچه یتیم خورد. برو حال کن. همین کارها رو میکنی که دیوه نتو. ببین تو هر وقت از این بر رد میری یه سری با ما بزن. واقعا تو خوب کار میکنی. هرچی هم جنس میاری از بقیه بهتره. دعا که اینجوری نشه وگه نه بعد از خودم ناامید میرم. بهش ناامید. خداحافظ. خداحافظ. حرف حسابش چی بود؟ عزت مالخر و حرف حساب. چی ها میگی ها؟ چیه میخواد دوباره برش جنس ببری؟ نه علی با زبون بی زبونی میگفت جنس هایی که ما برش میریم از همه بهتر. خیلی خوبه که جنس ما دستت برش ببر. دیگه نمیخوام کار کوچیک بکنم. کار خوردریز دیگه بسه. تو فکر یه کار بزرگم. به من متوجه نمیشم چی میگی. تو کلت چی میگذره؟ یه فکر اساسی. یه فکر اساسی تن به ما بگو ببینم تو کلت چه خبره. نه دیگه این فکر دیگه بچه بازی بر نمیداره داشتونم. دم شما گرم. حالا دیگه شد واسه ما بچه بازی. ها بگو شایدم دو قرون گیر ما بیاد. گیرت میاد به شرط که هیچ رقمه توش داخل نشی. ببین من متوجه حرفات نمیشم. تو داری توی دستگاه دیگه میزنی. ما داریم توی دستگاه دیگه میزنیم. جریان چیه بگو. ببین بعضی چیزا تو زندگی هست آدم بهتره هیچی دربارش نگونه. اینجوری خطری هم تهدیدش نمیکنه. این چیه که واسه من خطرناکه ولی واسه تو بی خطر؟ منم خطر تهدید میکنه اما این کار اولا یه کلکله. کلکل خودم با خودم. بعدش هم کلکل خودم با یکی دیگه. سوما کاری که نمیدونم آخرش چی میشه واسه چی تو رو قاطی کنم ها؟ غذاتو بخور انقدر ور نزن. بخور دیگه منو نگاه میکنه. خودشه؟ آره خودشه. دست درد نکنه. از کجا پیداش کردی؟ توی خرابه افتاده بود. یعنی دزدا انگار پلیسا دنبالشون کرده باشن ترسیده باشن پرتش کرده بودن تو خرابه رفته بودن. یعنی دزد کیف انداخته بود تو خرابه که شما رد میشدین؟ من نه من که خودم پیداش نکردم. من یعنی با توضیحاتی که ننه انسیداد به این رفیقام تو محله گفتم که اگه همچی کیفی پیدا کردن مال ماست. بعدش هم من و ابراهام به چند تا کلانتری هم گفتیم که ساک شما گم شده. دست به پولا هم نزدن. با وجود مجید من کس جرأت نمیکنه به ساک شما دست بزنه. من با اجازت مرخص میشم. خوشحالم که کیفتون پیدا شده. آقا مجید. سلام علیکم. علیک سلام. فردا شب میخوایم بریم سراغ گاف صندوقه. خودت آماده کن. اینم نقشه کارخونه است و اطلاعاتی که میخواستی دیگه. ها راستی اینم بگیر اگه چیزی خواستی تهیه کن. لازم نرم. فردا شب ساعت 10 شب خیابون یاس پشت کارخونه منتظرتی. میدونی کجاست دیگه؟ بعدیم آقا جو ننه ازم راضی نیست. میگه پسری که من بزرگ کردم تو نیستی.
نمیدونم میدونه کار خلاف میکنم یا نه. آقا جون حلالم کن، من لیاقت هنری که یادم دادی نداشتم. شما افتخار یه محل، افتخار یه خانواده، اما من آقا جون به خدا میخواستم رو سفیدت کنم، نشد. به خدا میخواستم رو سفیدت کنم آقا جون، به خدا میخواد. خلوت کردی آقا مجید؟ سلام جلال. سلام. میدونی من همیشه ازت خوشم میاد. فکر نکنی جلو رود دارم ازت تعریف میکنم، نه، همیشه گفتم تو ناصیت یه چیزی میبینم که تو دیگرون نمیبینم. شما لطف داری آقا جلال، دلم تنگ شده یه عید بیام پیشتون تو حرم از نزدیک صدای ناقارتون رو بشنوم. زنده باشی، زنده باشی. راستشو بخوای فکر نمی کردم یه اتفاقی که تقدیر الهی بوده اینقدر عوضت کنه. الان مدت هاست ندیدمه، نه تو حرم نه تو مسجد، هیچ جا ندیدمه. خیلی ها ازت بی خبرم. گرفتارم آقا جلال، ببخشید. گرفتاری که مال همه است. بابای خدا بیامرزت با اون همه گرفتاری پاشد تو مسجد قطع نمی شد. ولی بذار یه چیزی وسط بگم، من هنوز سید جلال الدین قدیمم. درست پیر شدم اما همون سید جلالم. به خودم تکیه کن مجید جون. چشم. تزیه ها یادته؟ خدا رحمت کنه پدرتو، شمر خون بود، سرخ می پوشید و دور معرکه می چرخید و جلوی امامو می گرفت. هنوز که هنوزه صدای های های گریه مردم تو گوشمه. شما هم معین البکا بودین. الان سالیان ساله که دیگه صدای هیچ تعزیه خونی تو تکیه محل نپیچیده. همه چی قدیمیش بهتر آقا جلال. بله اینم یه حرفیه. راستی کاروبار چطوره؟ هنوزم سردر مسجد میسازی؟ سردر که نه، تو خونه های عیونی گل و بوته میچسبونم به سقف و دیوار. گل و بوته میچسبونی؟ پس از اون ابوالقاسم جدا شدی؟ آره خیلی وقت ازشون خبری ندارم. پیغامش هم بهت نرسید؟ چرا؟ منتها چی بگم آقا جلال؟ ای بابا تو این دور زمونه همه دوست دارن اون ابوالقاسم نامی دستشون رو بگیره، اون وقت تو دستشو ول میکنی پسر جون. خیلی چیزا گفتنی نیست آقا جلال. یعنی ما غریبه این دیاره؟ ما زیر دست شما بزرگ شدیم، کی از شما آشناتر آقا جلال؟ رسیدی یه دقیقه بیا حرم ببینمت. چشم. تو این یکی دو روزم یه سر به میرماد کازرونی بزن، بنده خدا حالش زیاد خوش نیست. چشم. خدایا تو رو به قربت آقام امام رضا همه مریضا رو شفا بده. برکت از خون و زندگی ما نبر. سر به راهی عاقبت به خیری پسرم رو برسون. خدایا گناه های پسرم رو به پای مادر گناهکارش برس. Thank you.
ترجا خانه حاج آمد کازدارانی همین جایه؟ هم برو بگو مجید پسر اوست زبی الله خدا بیامرز آمده. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. من مجیدم، پسر خدا بیامرز ذبیع الله. پس مجید تویی، پسر خدا بیامرز ذبیع الله. خدا بد نده اوستا. بد نبینی پسرم، تعریفت من زیاد شنیده بودم. تو همون که از داربست مسجد افتادی پایین، درسته؟ بله، یه زخم کوچیکه. اینم خودش یه امتحانه. امتحانش سخت نیست؟ هیچ وقت فراموش نکنی جوان، خداوند اسراری داره که از اول خلقت بوده و تا آخرش هست. قانونایی هم برای ما گذاشته که ما باید اجرا بکنیم. گاهن ممکنه سخت باشه، ولی حتما یه حکمتی توش هست. بعضیا میفهمن، بعضیا نه. اگه من الان سالم بودم، شما سالم بودی بهتر نبود؟ زندگی بهانه است، هدف چیز دیگه است. برای رسیدن به هدف باید سختی ها کشید. درست پامو گرفت، ولی دنبالشم. درد عذاب میکشم، ولی ولش نمیکنم. همش دنبالشم. آدم ها خودشون رای خودشون انتخاب میکنن، خدا هم نظارگره. آخرم همه چی ختم میشه به خودش. شد خدا رسونده. بپر بپر یه ماشین سری بگیر و برگرد. واسه چی؟ بابا ریحانه حالش ریخته به هم، باید برسونیمش بیمارستان. الان میرم. آخه ننه من باید برم. میخوای به ابرام؟ خودم ماشین میگیرم، شما آمادش کن. برو برو. مریضتون احتیاج به خون داره. بین شما کسی هست که گروه خونیش او منفی باشه؟ نمیدونم. البته اگه خون دیگه هم باشه ایرادی نداره، میتونیم جایگزین او منفی کنیم. بس بی زحمت از خودم خون بگیرین تا برم بین رفیقان ببینم کسیشون او منفی هست یا نه. بی زحمت همراه من تشریف بیارید. بفهم. خدا برای هیچکی نخواد. مادرش میگه سرطان خونه، دکترها جوابش کردن، میگن جون سالم به در نمیبره. مادرش نس کرده آوردتش پابوس آقای امام رضا. دیروز تو وسایلی که از ساک در آوردن یک کفن بود که میگفتن پدر خدا بیامرزش از مکه آورد. کفن واسه چی؟ خب نمیدونن کجا و کی میخواد تموم کنه. ریحانه میگه رضا هم به رضای خدا. اومدن اینجا که یا امام رضا شفاش بده یا شفاعت کنه که کمتر درد و مکافات میکشه، یا آقای امام رضا کمکشون کنه.
پیشش باشین، من میرم محل ببینم کسی از بچه از خونه شما منفی باشه، برش دارم بیارم. زود بیا مادر، شاید اینجا لازم باشه. زود میام. شرمندم به خدا، چطور جبران کنم؟ این حرفا چیه میزنی؟ ریحانم مثل بچه خوده. مجید آقا کجا؟ یه جا کار داشت، حالا میاد. خدا براتون نگهش داره، پسر خیلی خوبیه. خوبی از خودتونه. مجید من موقع کاشیکاری از داربس افتاد، پا شکست. وقتی برای عمل بردمش بیمارستان کلی پلاتین گذاشتن تو پاش، ولی اینقدر قده که نمیخواد این موضوع رو کسی بفهمه. موقع راه رفتنم به خودش فشار میاره که درست راه بره. همین درست راه رفتن بعضی شب و کاری باهاش میکنه که از درد تا صبح به خودش میپیچه. ریحانم همینطوره. تا الانم که زنده مونده به خاطر اینکه دوست نداره در مقابل بیماریش تسلیم بشه. دلشو صاف کرده و دل بسته به خدا. میگه تقدیر آدم هرچی باشه همون میشه. عمر دست خداست. همونطور که به آدم میبخشه از آدم هم میگیره. راضیم به رضای خدا. خودتون ناراحت نکنین، امید داشته باشین، دلتون رو بدین به آقای امام رضا، انشالله خدا شفاش میده. یا امام رضا خودت کمکشون کن. اومدم آقا مجید. بله. بعد جواب دادن یه سری از سوالات باید بریم کلانتری. چشم، حالا میام. بهتره که با هم رفیق باشین. رفیق یا هرچی، من هیچی راجبم کارخونه و گاف صندوق نمیدونم. دیشبم تا صبح بیمارستان بودم. میتونیم بریم بپرسیم؟ این کارو کردیم. خب پس برای چی من اینجا؟ اطلاعاتی که در مورد سرقت دیشب از گاف صندوق کارخونه به دست ما رسیده نشون میده که تو هم اونجا بودی. آقا من هیچی راجبم کارخونه و گاف صندوق نمیدونم. دیشب چند ساعتی بیمارستان رو ترک کردی، درسته؟ بله، رفتم دنبال چند تا رفیقان بیان خون بدن، اونم میتونیم بریم بپرسیم. این کارو میکنی؟ ماشاءالله ببینم تو بهم دروغ. این بابت قول و قرارمون، اینم به خاطر اینکه کارتو خیلی خوب انجام دادی، نشونی‌های مجید دست قشنگو تو کارخونه جا گذاشتی. یه چند روزی هم مرخصی بگیر، آفتابی نشو تا آوا از آسیاب بیفته.
اینطوری ممکنه بهم شک کنن، خیلی بد میشه. خب این کاری نداره، یه بهونه درست حسابی جور کن همه چی حله. بگو بابام مریضه. نه نه نه، بگو زنم مریضه. ما هم یه چند تا فاکتور بیمارستان بهت میدیم که اگه زیر سوال رفتی همه چی با هم جور در بیاد. عمتی چه خبره؟ چطور مگه؟ دوست ندارم چیزی از من بدونه. دوستم ندارم بیفته زنده. خود که بهتر میدونی. پدر خدا بیامرزش خیلی گردن من و خانواده‌ام حق داشت. لازم نکرده نگرانمون باشی. واسه اون هیچ اتفاقی نمیفته. نهایت پلیس بهش شک میکنه. ببینم. تو که زندگی تو دوست داری؟ بله. خب دیگه پس چی بین ما نمیمونه؟ کاری نداری؟ برو سلامت. مواظب خودت. قربان شی. چه خبر؟ همه چیزو طوری چیدم که پلیس یه راست بره سراغ مجی. اون گوشمالی هم که لازم بود انجام شد. یه مدتی همه رو بفرست خارج از شهر، بقیه کار رو هم بسپر به خودم. میدونم چطوری همه چی رو خراب کنم سر این بچه پر روی چلاق. کاری کنم تو شهر شهره عالم آدم بشه. میگم کار کی بوده؟ اونا تو رو نزدن، یه محله رو زدن. بچه آروم باش. تو که میدونی تو من نفهمم کار کی بوده آروم نمیگیرم. بعد چی میگی؟ بس دیگه. من میشناسمشون. آره. عزت؟ نه بابا. سیاه ترقه. سگ کی باشه؟ عسکر. ابراهیم، تقصیر خودم بود. دیشب قرار بود با عسکر یه کار گنده بکنیم، یه کاری که اگه میرفتم شاید تا آخر عمر به هیچ کس و هیچی احتیاج نداشتیم. اما یه نیروی یه چیزی جلوم واسط نذاشت برم. ابراهیم، میخوام از این منجلابی که هر روز توش فروتر میرم بیام بیرون. بسمه دیگه. باشه، ولی من کوتاه نمیام. مادر نزدید مجید دست قشنگو بزنن و فلنگو ببندن. ابراهیم، پلیس اومده بود دم در. پلیس؟ یه جوری صحنه سازی کردم بعد جوری پام گیره. میخوام حواست به خونه ما هم باشه. من میخوام برم. فرار واسه چی؟ نمیدونم اسمش فرار یا نه، اما باید یه گوشه خلوت کنم ببینم چی کارم. اینجوری که همه تقصیرم افته گردن تو. دیگه مهم نیست. وقتی دیشب ریحانه خانومو تو اون حال دیدم که تو این دنیا همه چی داره و هیچ چی نداره، با خودم گفتم تو چی میگی؟ یهو دیدم اون همه فکر و آرزو که فکر کردم باهاش دنیا رو فتح میکنم دوزارم نمیارزه. ابراهیم، من باید بفهمم از این دنیا چی میخوام، اصلا کجاش واستادم، چی کارم. حواست به ننم باشه. باشه باشه. حالا کجا میخوایی بری؟ نمیدونم، ولی الان میخوام برم حرم. مجید، بی خبر اومدی، ولی خوش اومدی. محبت داره. دیگه اون روز عمر کردین گفتم بیام خدمت تو. زنده باشی.
ما هم یه خورده سرمون شلوغه. راستی آقا مجید، تو میدونستی فلسفه ناغار زنی ذکره؟ نه نمیدونستم. ذکر؟ یه خورده مفصله، ولی اگه دوست داشته باشی برات تعریف میکنم. دوست دارم بشنوم. آقا مجید، اون بالا تو ناغار خونه سردسته ناغار زنا که بهش میگن سرنواز، با احترام به سمت گنبد می نوازه و شروع می کنه به گفتن ذکر سلطان دنیا و عقبا علی ابن موسی رضا. پس نوازا جواب می دن یا امام رضا. سرنواز دوباره ذکر می کنه امام رضا. پس نوازا جواب می دن قرین. سرنواز دوباره ذکر می کنه مولا مولا علی ابن موسی رضا. پس نوازا جواب میدن رضا جان. سرنواز ذکر بعدی رو میگه. دور دوران امام رضاست دادرس بیچارگان. پس نوازا جواب میدن ای دادرس درماندگان. آخر سر سرنواز ذکر آخر رو میگه فریاد رس. پس نوازا جواب میدن یا فتاح یا فرد. جالب آقا جلال، نمیدونستم اقام مفصله. ببین مجید جان، من خودم یه سرنوازم که فکر میکنم همه ی طبیعت مدام داره ذکر میگه، منتها ما معرفت شنیدنشو نداریم. من که اصلا ندارم. چرا نمیدی به اوسب القاسم کمک کنی؟ برای که به کمک من احتیاجی نداره. تا کجا فهمیدی؟ فهمیدم. این حرفا چیه پسر جو؟ آدرس جدیدشو بهت میدم، برو بهش سر بزن. حیفه به خدا، پیرمرد نازنینیه. چشم، همه پیرمردهای دور برای ما نازنینن آقا جلال. راستی رفتی عیادت امیرماد کازرونی؟ بله. خدا خیرت بده، فکرشو نمی کردم بری. لازم بود. آقا مجید، میدونی سردر بالای حرم کار کیه؟ کار آقا خدا بیامرزمه. آره، اما نصفش. خدا رحمت کنه پدرتو، عمرش کفاف نداد این کارو تموم کنه. میرماد کازرونی تمومش کرد. خیلی عجیبه، این مرد هیچ وقت اسیر پاهای از دست رفتش نشد. مجید جان، هدفتو گم نکن. سلام. اومدین تحقیق یا دستم بزنیم ببرنم؟ تو در مورد من چه فکری کردی؟ من یه آدم معمولی هم که کارم هم یه خورده جدیه. البته کارم برام خیلی مهمه. کار شما به من ربطی نداره، همونطور که دوزی اون کارخونه به من ربطی نداشت. ولی من همکارام اینطوری فکر نمی کنی. شاید یه جورایی تو اون کار دست داشته باشی. اینجا چند نفر هستن که میتونن شهادت بدن که من همون شب همینجا بودم؟ اگه من اینجام فقط به خاطر اینی که به نوعی بهت کمک کنم. از نظر شما من دوزدم. حالا نشده بودم یه پلیس به دوست کمک کنه. قبلاً هم بهت گفتم بهتره که با هم رفیق باشیم. الان هم اومدم اینجا حق رفاقت هم واسه ادا کنم. من به کمک شما احتیاجی ندارم.
دیروز برای چی کتکت زدن؟ شما پلیسی، شما باید بشناسینش. من که نشناختم. تو نگران ما نباش، ما کارمونو بلدی. با اجازه. ننه من یه مدت میخوام از اینجا دور شم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نشده، ولی چشمات یه چیز دیگه میگه. میخوام یه مدت برم پیش اوس ابوالقاسم، بهش احتیاج دارم. این نشونیش ننه، ممکنه اینجا بیان دم در با من کار داشته باشن. آدرسو بهشون بده. ننه من یه معذرت خواهی به ریحان خانم و مادرش بده کارم، تو عوض من معذرت بخوا. واسه چی؟ ریحان خانم خودش میدونه. خداحافظ. سلام علیکم. علیکی سلام. با یه شاگرد بدقول تنبل بی‌معرفت کاری نداریم؟ حجی با یه شاگرد خیلی کار دارم، ولی با یه استاکار نه. چه خوب کردی اومدی بچه گریزپا. اومدم دستبوسی تو. دستبوس نمیخوام، دستگیر میخوام. میخوام اینجا رو تموم کنم، ولی کم آوردم. راستش یه چند تا شاگردم آوردم، ولی هیچ کدوم پسر استبی الله خدا بیامرز نمیشه. شما لطف دارین. لطف نیست بابا جون، واقعیته. کاشیکاری باید تو خون آدم باشه. یه چیزیه که هر کسی نداره، یه میراثه که سینه به سینه توی خانواده منتقل میشه. هیچ وقت یادم نمیره بابای خدا بیامرزت چطوری این دستای کوچیکی تو میگرفت و دونه دونه چیدن کاشی ها رو یادت میداد، همه فوت و فنا رو یادت میداد، دلش میخواست تو از اون بهتر بشی. من هیچ وقت آقام نمیشم. آقام کارش واسش همه چی بود، احترام بود. این کار استعداد میخواد که من ندارم. تو نباید در مورد خودت اینطوری نظر بدی. کسی میتونه در مورد کار تو نظر بده که کار تو ببینه، حس کنه، لمس کنه. من کار دستای تو رو دیدم، باورش دارم. تو حق نداری در مورد خودت اینجوری قضاوت کنی. اما اوستا اما بیا اما. خوشحالم که پیغامم بهت رسید و اومدی. اینجا رو دیدی؟ نه کامل. باید تمومش کنیم. شوخی میکنی؟ به هم بیاد باید شوخی داشته باشم. پس بگین یه کاری میخوایم بکنیم کارستون. منم باید حالا حالاها اینجا بمونم. من نیستم اوستا. هستی، خوبشم هستی. حالا که بعد از اون همه پیغام و پسخون پیدات کردم و با پای خودت اومدی اینجا، دیگه اجازه نمیدم با پای خودت از اینجا بری. هرچه بادا باد. هرچه شما بگی، ولی بدونین اگه اینجا میمونم بیشترش به خاطر اینه که میخوام پیش شما باشم. فدات شم عزیزم. حالا هرچی. پس یا علی رو گفتی دیگه. یا علی. پس یا علی. یا علی. قشنگ که حاضر همه چیش آماده است. بله آماده است،
ولی اگه فکر میکنی نیازی به وجود تو نیست، سخت در اشتباهی. تو باید باشی چون لازمت دارم. انشالله میخواییم قبل از تولد آقا مرزا اینجا رو همه رو تمومش کنیم. شدنیه؟ بله که شدنیه. یه ذره همت میخواد و اینکه آستین بالا بزنی یا کمک کنی. قرینه سازی این کاشی تو محراب خیلی مهمه. بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. موسی این کاشی رو باید دستایی بچسبونه که لیاقتشو داشته باشه، که معنیشو فهمیده باشه، یکی مثل شما. نه منی که تو این دنیا سر هیچ و پوچ هر روز گناهکارتر میشم. هر گناهی قابل بخشش، ولی باید دلتو صاف کنی بری طرفش. خب چه جایی از اینجا پاکتر و بهتر؟ تنبیهم نکنی موسی. من لیاقتشو ندارم چون کارمو ول کردم. لیاقتشو ندارم چون اصلا نفهمیدم چه کار مهمی انجام میدادم. لیاقتشو ندارم چون وقتی از داربست افتادم با خدای خودم هم قهر کردم. بازا صد بار اگر توبه شکستی بازا. خدا که نیازی به عبادت و شکرگزاری ما نداره. آدم زندگی میکنه تا به هدفش برسه. اینو شنیدی که میگن خدا هر کی رو بیشتر دوست داره بهش بیشتر سخت میگیره؟ حال دیگه خود داری.
چه تیپی برای خودت درست کردی؟ فکر کردی اون شکل و شمایل نمیشناسم نه؟ مطمئنم که میشناسی. چی شده زدی به دل کوه و بیابون؟ اینجا چی کار میکنی؟ اینجا هست از سر دلتنگی. سلام علیکم. سلام استاد، خسته نباشی. سلامت باشی. کار درست کردن که دیگه جرم نیست جناب سروان. جرم نه، ولی چی؟ برگشت سر شغل اصلیش. خدا قبول کنه، ولی این آقا مجید هنوز با ما حرفی نزده. حرف میزنه، نگران نباش. من تنها بودم، خسته، دل مرده، غمگین. هیچ کی با هم نبود. فکر میکردم خدا دیگه نگام نمیکنه. یه کار بهم پیشنهاد شد، قبول کردم. گفتم بارمو میبندم و میرم، اما نشد. باور نمیکنی جناب سروان، انگاری زمین و آسمون دست به دست هم دادن تا من سر این دزدی نرم. این یه معجزه است، هنوزم باور نمیکنم. اما حالا اینجا با افتخار آقام خدا بیامرز رو میبینم داره میخنده. ننم بعد سالها حالش خوبه، خودم دارم کیف میکنم. جام سروان، من اون مجید لای پرونده هات دیگه نیستم. حالم در خدمت شما. فقط یه چند روز بهم فرصت بدین تا تولد آقام امام رضا این امامزاده رو تمومش کنم. نیومدم ببرمت. موسی ابوالقاسم همه چی حسام تعریف کرده. با کمک تو تونستیم قواد رو دستگیر کنی. من تازه دارم میفهمم زندگی یعنی چی. خوش اومدی. خوب هستی مادر؟ سلام مادر، خوش اومدی. چه خبره؟ نکه ریحان خانوم؟ مادر شفا گرفت تو این خونه. اول هیچ کس باورش نمیشد تو این خونه جای سوزن انداختن نبود. همه میرفتن و میومدن. دختره سالم شد، سالم سالم. انگار نه انگار که دکتر رو جوابش کردن. دستش که به پنجره فولاد رسید سبک شد، دیگه درد رو نمیفهمید. مادر بیچارهش کل ذوق میکرد. آقا جلال الدین گفت باید ریسه ببندیم شادیه. رنگ روش باز شده بود، آب زیر پوستش اومده بود. قربون آقا امام رضا برم. این زندگی عجب بازیایی داره. راستی پیغام تو رو به ریحانه دادم. فقط خندید و گفت بهت بگم نظرت قبول. ننه، من